من گلناز شرافتی پور هستم و در حال حاضر تکنیکال انجینیر پروژه CMS استرن و گروه تحقیقاتیم تو دانشگاه بروکسل بلژیک واقع شده. من لیسانس فیزیکم رو از دانشگاه الزهرا ایران گرفتم و بعد از اون رفتم سوئد و تو فوق لیسانس نانوتکنولوژی از دانشگاه لوند سوئد گرفتم. بعدش پی اچ دی مو تو دانمارک تو دانشگاه STU تو زمینه سلول های خورشیدی ارگانیک و انرژی های نو گرفتم. بعد از اون 3 سال توی دانشگاه EPFL سوئیس R&D انجینیر بودم و کار ما این بود که با استفاده از نانوتکنولوژی شبکه مصنوعی چشم برای کمک به نابینایان بسازیم و یه مدت کوتاهی هم توی کمپانی نوروسافت تو همون سوئیس که روی پروتزهای مغزی برای کمک به بیماران با تینیتوس کار میکنن R&D انجینیر بودم. الان هم به CERN پیوستم و از همونجور که گفتم به عنوان تکنیکال انجینیر مشغول به کار هستم. از علاقه مندی هام اینه که به دکوراسیون داخلی و دیزاین خیلی علاقه دارم و همینطور تو اوقات فراغتم به شکلات سازی، نواختن ویولون، زدن به دل طبیعت، عکاسی و کلن کار DIY، چیزایی که با دست و خلق، با کارهای دستی و خلق سر و کار داره، دوست دارم که اینا رو انجام بدم و خیلی لذت میبرم. مشوقای خیلی جدی من پدر مادرم بودن و همیشه فارغ از جنسیت و رتبه همیشه منو تشویق کردن به اینکه بتونم در راه علم قدم بردارم و به خودم باور داشته باشم و همیشه در همه مراحل منو ساپورت کردن و همینطور خب زندگی موقعی که زندگی میکردم توی سوئد، زنای سوئدی برای من خیلی جالب بودن چون خیلی بولدن، خیلی شجاعن و راحت سوالاشونو میپرسن و اصلا به جنسیت واقعا اهمیتی نمیدن. برای من همه اینا انگیزه بوده که بتونم هر تصمیمی که میگیرم بدونم که به خودم ایمان داشته باشم و بدونم که میتونم تو اون راه قدم بردارم. علم به نظر من ابزار خیلی قدرتمندیه برای اینکه قدرت تفکر رو به آدم بده و اینکه آدم بتونه اون تفکر نقاد داشته باشه. خب مسلما با علم هم میشه به جایگاه‌های خیلی با پرستیژی رسید و از اینکه آدم به خودش و بقیه کمک میکنه خیلی میشه لذت برد. من از بچگی خیلی علاقه به چیزای علمی داشتم، کتابایی که مثلا در مورد مورچه ها، در مورد موریانه ها، کانگورو ها، هرچی که دوست داشتم در مورد محیط اطرافم بدونم و کلن اینکه دنیا چطوری کار میکنه، همه چیز اطراف من، طبیعت چطوری کار میکنه، این دونستن اینا خیلی لذت بخشه. اینکه فهمیدن آدم بتونه فکر کنه، نقد کنه، لذت بخشه و فکر میکنم در راه علم قدم برداشتن خیلی میتونه زندگی آدم رو بهبود و بقیه رو بهبود ببخشه. توصیه من به کسایی که، به دخترایی که میخوان وارد این فیلد بشن، این که واقعا فکر نکنین، که به جنسیت فکر نکنین. این درون شماست، این تفکر شماست، این ذهنیت شماست که راهتون رو باز میکنه. اگر چیزی رو بخواین بهش ایمان داشته باشین، در راهش قدم بردارین، 100% موفق میشین. من بک‌گراندهای مختلفی داشتم و هر بار تقریبا سویچ کردم بین رشته های جدید و از اول شروع کردم خیلی موقع ها، ولی به جای بهتری رسیدم، لذت بردم از انتخابی که کردم. نترسین، امتحان بکنین و اگر نشد راه های دیگر رو میتونین امتحان کنین، ولی اینکه هیچ وقت امتحان نکنین و بترسین از قدم برداشتن، این راه به جلو نمیبردتون.